خب دوستان دقیق بفرمایید، در اینجا مثال هایی رو برای ضمایر مفعولی مستقیم آوردیم. خواهش میکنم که دقیق بفرمایید. تی کنوسکو یعنی تو را میشناسم. تی کنوسکو، کنوسکو در واقع از فعل کنوشره به معنی شناختن هست. تی کنوسکو یعنی تو را میشناسم. اما مثال بعد، می اینویتانو اونا فستا. می اینویتانو، اینویتانو یعنی دعوت میکنند. اینویتانو دعوت میکنن، می اینویتانو مرا دعوت میکنن ا اونا فستا، به یک جشن. اونا فستا، لا فستا در واقع معنی جشن هست. می اینویتانو ا اونا فستا، یعنی اونها مرا دعوت میکنن به یک جشن در واقع. خب اما جمله بعد، لی اینویتو، لی اینویتو. خب اینویتو که یعنی دعوت میکنم، لی اینویتو یعنی آنها را دعوت میکنم. لی اینویتو آنها را دعوت میکنم. لی اینویتو دعوت میکنم آنها را. مثال بعد، چی ودونو، چی ودونو. خب دوستان دقیق بفهمید، چی ما هست، ما را ودونو یعنی میبینند، از فعل ودره میبینند، ما را میبینند. چی ودونو یعنی آنها ما را میبینند. خب اما مثال بعد، لکیامو یعنی، خب کیامو از فعل کیاماره هست، به معنی صدا زدن یا تلفن زدن. لکیامو یعنی او را صدا میزنم یا او را تلفن، به او تلفن میزنم در واقع. پس لکیامو او را صدا میزنم یا به او تلفن میزنم. خب مثال آخر را هم دقت بفرمایید دوستان، نوی لو ایمپیگیامو، نوی لو ایمپیگیامو. ایمپیگیامو دوستان از فعل ایمپیگاره هست در واقع، به معنی همون استخدام کردن در واقع، یعنی ما او را استخدام میکنیم. نویلو ایمپیگیامو یعنی ما او را استخدام میکنیم. همونطور که مشاهده میفرمایید دوستان، این ضمایر شبیه فارسی قبل از فعل استفاده میشن. دقیقا مثلا ما میگیم تو را میشناسم، مرا دعوت میکنم. به این صورت دوستان از اینها در زبان ایتالیایی میتونیم استفاده کنیم.